سرخط خبرها از افغانستان و جهان. سیمای گذشته کابل، استاد خلیلی، هیچگونه اصالت فرهنگی و سلامت اجتماعی در این شهر دیدن نمی شود. جان مکین، فساد اداری و ناامنی عامل افزایش فساد در افغانستان شده است. آیکن بیری، نظامیان امریکایی با حضور خود در پیشرفت افغانستان سهم گرفتند. تلاش افغانستان برای صلح، اکنون مقام‌های دولتی در صدد حمایت جامعه عرب هستند. نشست گروه 20 در سئول، مشکل اقتصادی جهان محور این نشست. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر. به برنامه خبری ساعت 8 از نگاه خوش آمدید. امروز پنجشنبه 20 اقرب سال 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 11 نوامبر سال 2010 میلادی. تازه در این گزارش ها از افغانستان، جهان و رویدادهای ورزشی در این برنامه تقدیمتان می شود که من جواد سروش، علی افتخاری و ادریس جویا با شما هستیم. سمینار علمی تحقیقی میلاد کابل به منظور شناسایی بیشتر سیمای تاریخی و فرهنگ گذشته کابل برگزار شد. استاد محمد کریم خلیلی، معاون رئیس جمهور که در این مراسم شرکت کرده بود، در سخنان خود از فرهنگ و تاریخ شکوهمند کابل یاد کرده که پیشینه بیش از 2800 ساله دارد. استاد خلیلی با استناد به تاریخ گذشته کابل گفت که هیچ گونه اصالت فرهنگی و سلامت اجتماعی در این شهر دیدن نمی شود. کریم سروش با جزئیات بیشتر این خبر. شهر تاریخی و فرهنگی کابل از جمله کانون‌های تمدنی جهان به شمار می‌رود. سمینار علمی تحقیقی میلاد کابل روز پنجشنبه به منظور آشنایی شهروندان با تاریخ و فرهنگ این شهر برگزار شد. معاون رئیس جمهور با استناد به تاریخ گذشته کابل می‌گوید که اقوام مختلف در گذشته که دارای رسوم و آداب مختلف بودند، برادروار در این شهر زندگی می‌کردند. استاد محمد کریم خلیلی می‌گوید که در کابل امروز نه اصالت فرهنگی دیده می‌شود و نه سلامت اجتماعی. در کابل اقوام مختلف زندگی می‌کردند که هر یک از این اقوام در محله‌هایی که به نام خود آنان مسما بود ساکن بودند. اما چنان در رسوم و آداب و فرهنگ یکدیگر انس گرفته و حل گردیده بودند که قابل تفکیک از همدیگر نبودند. در حالی که امروز هم در طرز سلوک و رفتارهای اجتماعی و هم در طرز اعمار منازل اهالی کابل اختلافات فاحش و چشم می‌خورد. استاد خلیلی تأکید کرد که یکی از راه‌های رسیدن به آرمان شهر مورد نظر داشتن انگیزه قوی و هماهنگی شهروندان و مسئولان است. معاون رئیس جمهور گفت که با استفاده از تاریخ گذشته شهر کابل را آباد کنیم. استاد محمد کریم خلیلی، معاون رئیس جمهور، از کارکرد شهرداری کابل ستایش کرده و از تطبیق ماستر پلان شهری کابل حمایت کرد. چنان که می دانیم یکی از چالش های عمده شهروالی در قسمت بازسازی و تطبیق ماستر پلان شهری وجود کسانی است که به خاطر منافع شخصی خود مانع ایجاد می کنند و مردم از این ناحیه بسیار نگران هستند. این جانب به نمایندگی از هیئت رهبری دولت به مردم و شهریان عزیز کابل اطمینان می دهم تا تطبیق تمامی پلانهای شهری کابل در کنار آنها استاده و از هر گونه طرحی در جهت بازسازی و نوسازی از طرف ارگان شهروالی که برادر عزیزم نوندیش صاحب مسئولیت آن را به دوش دارد
حمایت خواهیم کرد. معاون رئیس جمهور تأکید کرد که در برابر هر عملی غیر قانونی که سبب مشکلات شهرداری کابل شود استاد خواهد شد. محمد یونس نونده شهردار کابل هدف از سمینار میلاد کابل را تحقیق در مورد تاریخ گذشته و فرهنگ شهر کابل خواند. هدف از تدویر سمینار یک بار دیگر تحقیق و ریسرچ در مورد گذشته و تاریخ شهر کابل، داشته های شهر کابل، فرهنگ باستانی شهر کابل هست و باز کردن راه تحقیق و مطالعه در آینده. باغ بابور، باغ شهر آرا، تپه مرنجان، بالاحصار کابل و شیر دروازه از جمله آثار تاریخی و باستانی کابل به شمار می رود. گفته می شود که شهر کابل در سال 2020 میلادی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده است. جان مکین سناتور جمهوری خواه و یک هیئت امریکایی به منظور گفتگو با مقام خواه وارد کابل شدند. این سناتور امریکایی میگوید فساد اداری افغانستان مانع پیشرفت و ناامنی عامل افزایش فساد در نهادهای دولتی شده است. در همین حال کارل آیکنبری سفیر امریکا در کابل میگوید که نظامیان امریکایی با حضور خود در پیشرفت افغانستان سهم گرفتند. علیرضا یاسا. 11 نوامبر برابر است با روز یادبود از قهرمانان جنگ در امریکا. سفارت امریکا در کابل نیز با حضور شماری از نظامیان و 4 سناتور این کشور از این روز تجلیل کردند. سناتور جان مکن از آرزوهای امریکا که به گفته او پاکسازی منطقه از تروریسم است سخن گفت. کارل آیکنبری سفیر امریکا از سهم نظامیان امریکایی در دستاوردهایی که افغانستان داشته ستایش کرد. Here in Kabul, Afghanistan. Let us renew our pledge to serve. ما برای رسیدن به صلح پایدار و آزادی نیاز به تلاش بیشتر داریم. نیروهای آمریکایی در افغانستان دستاوردهای خوبی در پیشرفت آن داشتند. سهم نظامیان آمریکایی برای آوردن صلح و آزادی خواهی فراموش نشدنی است. جان مکین سناتور جمهوری خواه آمریکا میگوید که افغانستان به پیشرفت‌های دست یافته است. آقای مکین اما تأکید کرد که فساد دولتی در ادارات هنوز هم یک نگرانی جدی به حساب می آید. فساد اداری در نهادهای دولتی افغانستان یک از چالش‌های عمده است که به نگرانی ما و دولت آمریکا نیز می افزاید. پیروزی دراز مدت وابسته به تلاش‌های زیاد در جهت محو فساد اداری است. مکین که دستاوردهای اخیر نیروهای آمریکا و افغان را چشمگیر خواند اما از پاکسازی القاعده در منطقه نگران است. او محو فساد اداری را بدون امنیت ناممکن می داند. تصفیه و تأمین امنیت برای رسیدن به اهداف مشترک افغانستان و امریکا موارد حتمی هستند که باید در جهت آن کار شود. آرزوی ما یک حکومت دارای خوب و سالم در افغانستان است. سناتوران امریکایی از دولت افغانستان خواستند تا در امر مبارزه با فساد جدیت بیشتر به خرج دهند. آنان مدعی‌اند که گاهی شواهد و اسناد فساد اداری از افغانستان به دستشان می‌رسد که خود نشانگر ضعف مدیریت دولت است. این هیئت سنای آمریکا پس از دیدار از عراق وارد افغانستان شدند و از پاکستان نیز دیدار می‌کنند. جان مکین می‌گوید بر رهبران پاکستانی فشار وارد می‌کند تا علیه شبکه حقانی عملیاتی انجام دهند. وزارت امور خارجه میگوید دولت تلاش دارد تا توجه جامعه عرب را برای آوردن صلح در افغانستان جلب کند. وزیر خارجه که به تازگی از سفر مصر و چند کشور اروپایی برگشته میگوید با سرمنشی جامعه عرب گفتگو کرده و توضیح داده است که بدنامی توریسم زیر نام اسلام باید با تلاش کشورهای اسلامی پاک شود. در همین حال وزیر خارجه میگوید تا 2 روز دیگر به ایران سفر دارد و در آنجا تلاش میکند که مشکل زندانیان افغان و آنانی که به اعدام محکومند تا اندازه حل شود. گزارش از حمید فهیم رو میبینیم. زلمی رسول وزیر خارجه کشور سفرش به مصر، ایتالیا، آلمان و ترکیه را پیشرفت مهم در سیاست خارجی افغانستان میداند. آقای رسول میگوید انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و آوردن صلح در افغانستان از مهمترین موضوعات بوده که با مقام های دولتی این کشورها مطرح کرده است. او میگوید در مصر با سرمنشی جامعه عرب گفتگو کرده تا توجه کشورهای اسلامی را برای آوردن صلح در افغانستان جلب کند.
آقای رسول میگوید از سرمنشی جامعه عرب دعوت کرده تا به افغانستان سفر کند. افراطیت از نام اسلام استفاده میکنه که یک صدمه به نام دین ما میرسن. این مسئله رو به اونها واضح ساختیم که ما شما باید اول در صف اول مجادله باشیم با ضد افراطیت و تروریسم که یک نام بد برای دین مبارک اسلام میتن. پس از تشکیل شورای عالی صلح دولت افغانستان از عربستان سعودی خواست تا روند گفتگوها با مخالفان مصالحه را کمک کند. آقای رسول میگوید سفرش به مصر زمینه نزدیکی افغانستان با کشورهای عربی را زیاد تر کرده است. در این حال وزیر خارجه میگوید تا دو روز دیگر به ایران سفر میکند و در آنجا تلاش خواهد کرد که سرنوشت زندانیان افغان که به اعدام محکومان روشن شود. امیدوار هستیم که صحبت هستیم که یک تعداد بنجای ما که به ایران هستند دوباره به افغانستان بیاید و اونایش که قابل افصف هستن و اونایی که بندیگری زیاد دارن روی در افغانستان بگذارن. این تمام مسائل مطرح است و ما امیدوار هستم که به زودی یک نتیجه بهتر به دست بیاید. از سوی دیگر وزیر خارجه اعلام کرد که صدور ویزای افغانستان برای شهروندان فیلیپین و نیپال محدود شده است. زلمه رسول میگوید این اقدام برای حمایت از کارگران افغان صورت گرفته است. یک مشکلی که هست که مثلا یک تعداد زیاد کارگران از کشورا میان و کارهای خود مردم ما رو میگیرن. ما میخوایم که اون مردم خود ما کار پیدا کنه. مثلا یک کسی که کلکار یا نجار است وقتی خود ما داریم و بیکار است کار نداره و گشنه است، ما یک نفر از فیلیپین میارن که اون کارو بکنه. در حالی که بیکاری در افغانستان یکی از مشکلات جدی است، اما در چند سال گذشته افغانستان بازار کار شهروندان پاکستانی، فیلیپینی و نیپالی بوده است. وزارت صحت میگوید که دستاوردهای این وزارت در کاهش مرگ و میر کودکان در 10 سال گذشته قناعت بخش است. با این هم افغانستان در شمار کشورهایی است که رقم مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال در آن نگران کننده است. در همین حال این وزارت از روز جهانی مبارزه با بیماری سینه و بغل در کابل تجلیل کرد. وزارت صحت هم میگوید که تمامی اعضای سازمان صحی جهان مکلفند تا 5 سال آینده رقم مرگ میر کودکان زیر سن 5 سال را کاهش دهند. این وزارت میگوید که افغانستان به این تعهد خود پایبند است. سرای دلیل سرپرست وزارت صحت هم میگوید تلاش های 10 سال گذشته در کاستن مرگ میر کودکان قابل ستایش بوده، اما به هیچ عنوان کافی نیست. خانم دلیل میگوید که افغانستان هنوز هم در شمار کشورهایی است که رقم مرگ میر کودکان زیر سن 5 سال نگران کننده است. در افغانستان 10 سال قبل از هر 4 طفل یکی از او قبل از اینکه 5 ساله شود از بین می رفت. امروز از هر 6 طفل یک طفل قبل از اینکه به سن 5 سالگی برسه از بین می رفت. این دستاوردی هست که حکومت افغانستان همراه با جامعه